در آستانه نوروز خجسته ایرانی به شما عزیزان در هر کجای ایران که هستید سلام میگویم. جمشید چالنگی هستم، در ساعت 2 بعد از ظهر ابری واشنگتن با شما عزیزان خواهم بود در تفسیر خبر 9:30 دقیقه شب به وقت تهران. انتخابات مجلس خبرگان جمهوری اسلامی، چه کسی پس از آیت الله خامنه ای می آید؟ آخرین رویدادها در ارتباط با برنامه اتمی جمهوری اسلامی، چه کسانی از وضعیت موجود در این زمینه سود میبرند؟ آن سوی خلیج فارس در نشست وزیران خارجه شورای همکاری خلیج فارس، در ریاض دخالت‌های جمهوری اسلامی در یمن و عراق محکوم شد. در آستانه نوروز همزمان با ادامه تجمعات اعتراضی معلمان و گروه‌های کارگری در چندین شهر، در مجلس شورای اسلامی گفته شد یک عضو هیئت مدیره کارخانجات و شرکت‌ها 161 برابر حقوق کارگران دریافت می‌کند و نیز همزمان با ادامه نقض حقوق بشر در دولت حسن روحانی، در ایران خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا می نویسد در ایران خودسران امنیت کامل دارند. با من و شما هستند در استودیو آقای علیرضا نوریزاده و در واشنگتن آقای محسن سازگارا. با شما خواهیم بود تا لحظاتی دیگر. آقای نوریزاده سلام به شما. درود بر شما جناب چالنگی عزیزم، سلام و درود به محسن سازگارای عزیز و همینطور به همه بینندگان تفسیر خبر که تعدادشون واقعا قابل شمارش نیست، به خصوص در خانه پدری. با سپاس و سلام به شما آقای سازگارا در واشنگتن. عرض سلام و ارادت دارم خدمت شما آقای چالنگی، آقای دکتر نوریزاده عزیز و همه بینندگان گرامی و پیشا پیشم نوروز رو شاد باش میگم و اومدن سال نو رو. همینطور و یک هفته هم مونده در این هفته، امیدواریم همه مردم از امکانات لازم برای برگزاری نوروزی شایسته برخوردار باشن. آقای نوریزاده، انتخابات مجلس خبرگان، این مجلس خبرگان اول چه خاصیتی داره؟ دوم این که اونطور که وانمود میشه آیا مظهر وحدت جناحای رژیم هست یا نظام هست، یا بیش از هر زمان به آینه جهت بازتاب اختلافات درونی جناحای حکومت تبدیل شد؟ جناب چالنگی، اولا بزنید یه آناکدوتی که آقای سازگارا گفت خیلی قشنگ شب عید بگیم، که مردم توصیه کردن گفتن عیدی خرج زیاد نکنون، پولاتون رو بذاریم بانک، شاید یک بیچاره ای از اونایی که قرض میلیاردی میگیرن احتیاج داشته باشه قرض کنه که زن و بچهش اون برای آب گرفتار نمونه. به هر حال یه همچین چیزی در واقع نیاز به اختلاس شاید دارن دیگه. بله طبیعتا همینطور. حضور دستگاه آقای چالنگی، این تصویر مجلس خبرگان منو به یاد اون تصویر قدیمی میفته که همه ما دیده بودیم تو مغازه‌ها، تصویر عاقبت نسیه فروش، عاقبت نقد فروش. تمام این نمایندگان مجلس ماشاءالله یکی از یکی زیباتر و جوانتر، همون تصویر عاقبت نسیه فروش رو به یاد آدم میاره. یکی چرت میزنه، یکی سرش افتاده پایین، یکی دوتا پاش حرکت نمیکنه، یکی با صندلی چرخدار، رئیسش درست مثل روزیه که مهدوی کنی اومد، انشالله سایه ایشون هم بر سر ملت ایران همون اندازه باشه. ببینید
این نکته رو من خدمتتون بگم. آقای خامنه ای خبرگان رو اصلا از معنا انداخت. زمان آقای خمینی خبرگان، درست یا غلط، خوب یا بد، به هر حال آدمای توش بودن که بعضا خودشون رو هیچ از آقای خمینی کمتر نمیدونستن و خود رو در سطح خیلی بزرگ، حالا چه از نظر انقلابی چه از نظر فقاهتی. ولی شما الان نگاه کنید کیا در مجلس خبرگان هستن. علی فلاحیان جنایتکاری با کتابی از جنایت، آقای رئیسی، اینا مثلا جوانتراشونن، فاسد و احمد خاتمی، آقای صادق لاریجانی، آقای سید شاهرودی و نمونه های. اما انتخاباتی که صورت گرفت به نظر من خیلی انتخابات پرمعنایی بود. ما اتفاقا هفته پیش هم اینجا صحبت کردیم و به دفعات فاجعه بود اگه سید محمود الهاشمی انتخاب میشد، چون انتخاب او به منزله این بود که زمینه رهبریش چیده شده و همون داستان سناریوی هاشمی با ولیعهدی مجتبی به صحنه می اومد. خوشبختانه این به نتیجه نرسید و اون اجتماعی که شب قبلش در قم شد و قبلا ملاقاتی که یزدی و مصباح یزدی و مؤمن و دیگران داشتن به این نتیجه رسیدن که بیان چند تا نامزد معرفی کنند که مؤمن و یزدی آمدن و طبیعتا هاشمی دید با بودن رفسنجانی و اینا آبروریزی براش خواهد شد، 5 تا رأی میاره و آبروریزی اینه که خودش کنار کشید. رفسنجانی هم خب اومد، این مهم نبود که حالا 26 تا رأی آورده یا 27 تا، مهم بود اینا جلوی هاشمی رو گرفتن، محمود هاشمی رو. همه هدف این بود. یزدی هم یه نوکری است مثل بقیه نوکرا. حالا اگر مهدوی کنی خودش یه شخصیتی داشت، حالا خوب یا بد، ولی این یزدی چیزی نیست جز یک موجود نوکر حقیر درگاه ولایت. یه کارخونه لاستیک هم بهش دادن، سرخوش با اون ملکه خانم دخترش و آقازادهشون هم مشغول دوزی و بچاپ بچاپ، کمان که در زمان ریاست قوه قضاییه ایشون آقازادهشون فقط به اتفاق آقای علی نیازی از پولایی که از بهره ودیعه های قوه قضاییه بردن صدها میلیارد پول به جیب زدن. بنابراین اینا یه مش فاسد و دزدن، دور هم جمع شدن، بعضا جنایتکار هم هستن و آقای خامنه ای هم بهبه و چهچه هم میگه برای اینکه جمع نوکرانش تکمیل شده. یه رئیس هم گذاشته اونجا که نه اراده ای داره، نه ارزشی داره، نه اعتبار دینی داره، نه اعتبار علمی داره. یک نوکر بهبه، بله، قربانگویی در اونجا نصب کردن. اما آقای سازگار مجلس خبرگان یا خبرگان یا هرچی که هست، همین آقایونی که در این مجلس هستن، بیش از هر زمان این انتخابات نشون داد اختلافات میان جناح حکومت رو، و بیش از هر زمان این مسئله یا موضوع پس از خامنه ای رو مطرح کرد، پیش آورد، به خصوص اینکه همزمان شده بود با انتشار خبر بیماری ایشون. تفسیر شما رو میشنویم، جناح‌های تشکیل دهنده حکومت آیا همچنان متحد هستند یا نه اختلافات واقعی است و رو به گسترش؟ بله، والا این مجلس که میفرمایید به قول بعضیا به طعنه میگن مجلس خفتگان، شاید از همه اسامی دیگه براش بهتر باشه. و از نظر من واقعا بیخاصیت ترین مجلس تاریخ بشریت، برای اینکه این مجلس یک وظیفه داره، اونم نظارت به رهبر، اون یک کارم انجام نمیده و تنها شأنش این است که بره دست آقا رو ماچ کنه و رهنمود بگیره از آقای خامنه ای و بعدم مثل عروسک در واقع به گوش به فرمان بیت و عواملش باشه. در خصوص اتفاقی که افتاد، من به نظرم میرسه که تحلیل من با دکتر نوریزاده اختلاف داریم، برای اینکه اگر قصه رو به لحاظ زمانی خود ببریم عقبتر، هفته قبل از اون آقای فاضل بیبودی در یک مصاحبه هم عنوان کرد که 44 نفر از اعضای مجلس خبرگان به آقای هاشمی رفسنجانی نامه نوشتن که شما بیا کاندیدای ریاست بشو و به شما رأی میدن. مجلسی که 6 نفرشون هم فوت کردن و 80 نفرن، 44 تا پیشا پیش رأی برنده بود
در واقع ضمن اینکه رأی خود آقای رفسنجانی و آقای روحانی هم اضافه میشد بهش دست کم. البته 7 نفر هم روز رأی‌گیری غایب بودن. اما بلا تشبیه آقای رفسنجانی مثل مسلم ابن عقیل که با 18,000 نامه دعوت از سوی ابا عبدالله رفت و ابن زیاد در واقع همه رو چرخوند و آخر سرم خودش تنها موند و زدن کشتنش. در داستان خبرگان هم دست کم تا اونجایی که من اطلاع دارم 20 نماینده رو کاملا باهاشون صحبت شد، برای اینکه این حضرات اکثرشون یا خودشون پرونده فساد دارن یا یه دامادی، پسری، رئیس دفتری، دوروبریای فاسدی دارن که گوشتشون زیر دندون این حسین طائب و اطلاعات سپاهه و گوش اینا رو میگیرن با تهدید، با تطمیع، اون چه که به منویات بیت باشه میرن و رأی میدن و حضرات در واقع رأیشون رو عوض کردن. به خصوص این که صحبت از این بود که قبل تر از اون هم در قم جلسه بوده که اونجا به آقایون یه تعدادی گفته بودند که آقای خامنه‌ای عنایتش به آقای شیخ محمد یزدی است و ایشون باید بیاد. در واقع عصر آدم‌های مرزی و طرفین مثل آقای رفسنجانی یا آقای مهدوی کنی یا حتی آقای شاهرودی که تا حدی دست کم فحش به آقای رفسنجانی نداده بود و مرزی و طرفین بود، به این ترتیب تموم شد و شیخ محمد یزدی شد رئیس مجلس خبرگان که اولا مشخصترین شاخصش در این چند وقت گذشته فحاشی و بد و بیرا با آقای رفسنجانی است، در حد فحش بد و بیرایی که آقای رفسنجانی آخرش گفتش که من برای ایشون از خدا شفای عاجل میخوام و سلامت عقلی در واقع. و از سوی دیگه ایشون فردی به شدت فاسده، یعنی دوره‌ای که رئیس قوه قضاییه بوده از پول گرفتن پسر ایشون برای تغییر احکام قضایی ما داریم در پروندهشون، حتی حکم اعدام، تا تصرف کارخونه دنا به 1/3 قیمت واقعیش اون هم قسطی و ده ها فساد دیگه. و در نتیجه آدمی است که 1 ماه پیش هم اومد اعلام کرد که شورای رهبری وقتی که 1 فقیه باشه اصلا ضرورت نداره، یعنی تئوری آقای رفسنجانی رو پیشا پیش به مقابلش رفته بود. و به نظر من آقای یزدی شد برای اینکه جاده صاف کنه سپاه و مجتبی خامنه‌ای باشه در قصه رهبری، البته اگر تا انتخابات سال آینده آقای خامنه‌ای فوت کنه و وگرنه سال آینده مجلس خبرگان انتخابات خواهد داشت. و به نظر من در انتخابات سال آینده یه تعداد دیگه ای هم که احتمالاً مثل خود آقای رفسنجانی یا دیگرانی ممکنه به مخالفت هایی داشته باشن رو اساساً حذف خواهند کرد و مجلسی باز هم 1 دستر و بله قربانگوتر خواهند آورد. به هر حال به نظر من در یک جمله این انتخابات رئیس مجلس خبرگان فی نفسه به دلیل این مجلس بیخاصیت شاید ارزشی نداشته باشه، ولی نماد یک واقعی است و اون این که سوت شروع ماراتونی کشیده شد که در این ماراتون حذف جناح‌های مختلف، سرکوب جناح‌های داخل حکومت برای صاف کردن جاده رهبری آقا مجتبی خامنه‌ای شروع خواهد شد، به اضافه اتفاقات دیگه‌ای که شاید حمله به آقای مطهری و غیره یا اوج جدید دستگیری و سرکوب بخشای دیگه ایش باشه. خب اما آقای احسازگار ما داشتیم تقریبا خوشحال میشه نکته ای که شما مخالف بود با حرفای آقای نوریزاده، اون رو ممکنه بفرمایید؟ آقای نوریزاده دلیلتون است که در واقع اونجا همه ماجرای بود که هاشمی شاهرودی نشه، در حالی که به نظر من همه ماجرای بود که آقای هاشمی رفسنجانی رئیس نشه و آقای شاهرودی رو بهش گفته بودن که تو کنار بکش و ایشون هم این کار رو کرد. حالا آقای من اطلاعاتم غیر از این میگه و برای باورم که هاشمی رفسنجانی روز قبلش هم اعلام کرد
که مسئله ریاست نیست، همین عضویت هم کافیه، چون میدونست محال آقای خامنه‌ای بذاره او رئیس خبرگان بشه. بنابراین تمرکز او و دوستانش روی این بود که هاشمی نشه، به جهت اینکه هاشمی یه مجموعه از این عراقی‌ها رو آورده ایران، از صاحب الحق و حتی گارداش از اونان، و این خطر که این اصلا میدون بیفته دست حزب عدوه و این دار و دسته نگران کرده هاشمی و دیگرانو، و اینا هدفش. اما اینکه آقای خامنه‌ای گفته یزدی بیاد، اینم میتونه درست باشه هیچ مسئله، چون میانه نوکر آقای خامنه‌ای یزدی از همه آلوده تر و از همه مطیع تره، به خصوص آقازاده و خانومزادش، هر دو تا خرخره، ملک خانوم و پسرش، هر دو تا آلودگی با هم سهیمن. بنابراین خبرگان اصلا نباید ارزشی براش گذاشت، چون هاشمی حرفی که زد به نظر من خیلی مهم بود. ریاست مهم نیست، مهم عضویته. مگه موقعی که آقای خامنه ای رو روی تخت ولایت نشوند رئیس مجلس بود؟ نه، اومد اونجا شامورتی بازی کرد، چند تا روایت جعلی رو گفت و امام اینو گفت و امام اونو گفت، همدستی مهدوی کنی که از لندن فراخوانده شده بود آقا رو رو تخت نشوندن، 54 تا رأی براش آوردن. الان هم فردا اگر قرار باشد این بدعت نامبارک ولایت فقیه ادامه پیدا کنه، که من اعتقاد دارم به این شکل دیگه ادامه پیدا نخواهد کرد، آقای خامنه ای یک داستانی رو که باید دو تا جنریشن مثلا به قول بچه های تهران تهش در میمد، تو همون 26-27 ساله تهش رو واقعا در آوردن، یعنی آبرویی برای این مقام نذاشتن. بعدم وقتی بر میگردن میگن در این کشور هر کی رأی بده هر چی بگه رأی مقام ولایته. آقا به شاه چرا ایراد گرفتی؟ اقلا شاه که بابا یه مقدار رعایت میکرد، مشورت میکرد، وزیر داشت و قصد وزیر داشت. فقط مقام معظم رهبری، مقام معظم رهبری از قایقهای توپدار چه میداند؟ مقام معظم رهبری از اقتصاد چه میداند؟ میاد میگه اقتصاد مقاومت مملکت رو با این مصیبت روبرو کرده. بله. مقام محمد آقای نوریزاده خیلی این نظر رو دارن که 36 سال پس از انقلاب است و حکومت برآمده از انقلاب، نظام برآمده از انقلاب نتونست در عمل یک نظامی رو مستقر کنه که به اصطلاح ریشه قوی در جامعه داشته باشه، دین و تشیع جای خود، اما یک نظام سیاسی مبتنی بر محور ولایت فقیه و کاملا قابل قبول برای جامعه به وجود نیومده، کما که برای خود کارگزاران حکومت هم ظاهرا چنین هست. یعنی حالا چی برسه به اینکه این نظام بخواد ولی فقیه ولی عهدش مثلا جانشینش بشه؟ آقای این نظر تا چند اندازه درسته؟ ببینید آقای چالنگی، مشکل ایران یه مشکل خیلی اساسیه، هیچ کشوری به نظر من همچین مشکل رو نداره، حتی عراق صدام، لیبی قذافی. ببینید ما ادای نهادهای دموکراتیک رو درآوردیم، مثلا تو امریکا شورای عالی امنیت ملی دارن، ما هم داریم، مثلا نمیدونم وزارت خارجه دارن، ما هم داریم، ادارات مختلف دارن، مرکز پژوهش‌های استراتژیک دارن، ولی مجموعه اینا به چه درد میخوره وقتی اصغر اعجازی میره با آقای خامنه‌ای میشینه و توصیه هایی که شورای عالی امنیت ملی کرده یه خط روش میکشن، میفرمایند که آقا بشار که مثل پسر ماست، نمیشه کمکش نکنیم. شورای امنیت ملی آقای شمخانی و بقیهشون نشستن برنامه گفتن آقای خامنه‌ای این کمک ما به سوریه درست نیست، ما کمک بکنیم ولی بیایم بریم فاروق الشهر رو حمایت کنیم، اپوزیسیون هم قبول میکنه، یه جبهه واحد میشه، بعد همه علیه داعش میجنگیم. ایشون قبول نمیکنه. خب این چه نظام وجود نداره، یک حکومت فردی مطلق است که حتی با رژیم هیتلر نمیشه مقایسه کرد، چون باز در رژیم هیتلر نهادهایی که وجود داشتن تصمیم گیری میکردن. الان در ایران چه نهادی میتونه تصمیم بگیره؟ آیا دولت میتونه مصوبه‌ای داشته باشه بدون نظر مقام معظم رهبری؟ آیا میشه فلان بخشدار رو عوض کرد بدون نظر نماینده مقام معظم رهبری یا خودشون؟ نه. استاندارا الان در هر استانی شدن نوکرای امام جمعه، آقای علم الهدا در مشهد به استاندار دستور میده. خب ببینید آقای، این مملکت درست نمیشه، این مملکت که عده آخوند روزخون
بر سرنوشت مردم حکم بکنن هرگز درست نمیشه. آدم های متخصص یا تو خونه بشینن یا تو زندان یا فرار کنن یا اگر بیچاره ها تو حکومت هم باشن مثل آقای نوبخت کاری نتونن بکنن. و این مصیبتی است که ما دوچارشیم. ما نظام نداریم، ما یه حکومت خلافت یک نفره داریم که حکمش انزل من از سماه. خب آقای احسازگارا چرا مخالفید با اون چه که آقای نوری زده؟ نه اینجا رو با ایشون موافقم و اون به طور خلاصه شاه اگر یه وقت خودسری میکرد، تکروی میکرد، دست کم مخالفینش میتونستن بگن که ایشون داره خلاف قانون اساسی مشروطه عمل میکنه، آنچنان که مصدق به همون قانون اساسی استناد میکرد و میگفتش که شاه باید سلطنت کنه نه حکومت بکنه. اما قانون اساسی جمهوری اسلامی در یک کلام استبداد دینی در این سند قانونی شده و تازه یه بخشی از اختیاراتش رو هنوز این آقای خامنه ای اجرا نمیکنه، مثل بند 8 اصل 110 که اختیارات رهبری هست، به رهبر اجازه میده در مواقع بحرانی هر طور صلاح میدونه با شورای تشخیص مصلحت رفع بحران کنه. یعنی ایشون میتونه الان مجلس و دولت و همه رو تعطیل کنه، بگه بنین خونه هاتون بشینین، من با شورای تشخیص مصلحت چون اوضاع بحرانیه مملکت رو اداره میکنم. رهبری نهادی است که در واقع این مقدار قدرت متمرکز که منشأ قدرتش هم مردم نیست، منشأش رو میگه من جانشین امام زمانم از و امام زمانم به پیغمبر و پیغمبرم از خدا، بنابراین من جانشین خدام. یعنی سه تا نکته هر فلسفه سیاسی: منشأ قدرت، توزیع قدرت، مهار قدرت. در سندی به نام قانون اساسی که از نظر من در واقع قانون هم نیست، قانون اساسی جمهوری اسلامی برای اینکه ساختار یک قانون رو هم نداره، فردی به نام رهبر منشأ قدرتش رو در واقع در آسمون گذاشته و این چهار تا تعارف و رأی و اینام شما وقتی نگاه کنید میبینید جوک شوخیه، در واقع به نوع دیگه همه چی باز دست خودش از طریق شورای نگهبان و هر انتخاباتی رو میتونه کنترل کنه. توزیع قدرت در واقع توش نیست، رهبر همه چیز در اختیارشه، حتی دولت که ظاهرا رئیسش رو مردم انتخاب میکنن رئیس جمهور، باز از فیلتر شورای نگهبانی بعد رد کاندیدا رهبر کنترل میکنه، بعدم بعد از چارچوب سیاستهای کلانی که رهبر میگه کار کنه، چه برسه دیگه حالا به قوه قضاییه که یک سره دستشونه، رادیو تلویزیون که دستشه، نیروهای مسلح که دستشه و مجلسی که عملا با شورای نگهبان در کنترلشه. و مهار قدرت، هیچ مکانیزمی در قانون اساسی برای مهار قدرت نیست. یه چیز کشکی میگن که خود آقای خامنه هم بارها اینو گفته که بله در نظام ولایت فقیه اگر ولی فقیه گناه بکنه خود به خود ساقط میشه از ولایت، چه برسه از رهبری. اولا که اساسا بحث در رهبری و ریاست و مدیریت بحث گناه و حرام و حلال نیست که، بحث تصمیم گیری است. الان ایشون یک تصمیم راجع به کشور گرفته که ببره در یک کار بی سرانجامی مثل پروژه هسته‌ای 18 سال 20 سال میلیاردها دلار هزینه کرده، این همه خسارت به کشور زده، دست کم مستقیم 160 میلیارد دلار خسارت به کشور خورده، غیر مستقیم بیش از نیم تریلیون دلار، این همه گرفتاری، هیچ راهی شما نداری به ایشون انتقاد کنی، جلوی دستشو بگیری بگی آقا نخیر شما حق نداری، باید اینو مثلا مردم بدبخت هم که دارن هزینه‌شو میدن دخالت داشته باشن یا برکنارش کنی ایشونو. بنابراین این ساختار در واقع عملا از همون روز نخست، اگرچه آقای خمینی خیلی تلاش کرد چون سنش هم زیاد بود تون که نهادهای درست بشه و بر اساس اون قانون اساسی شکل بگیره، ولی اولا اساسا خود این قانون اساسی هرچه اجرا بشه غیر شکل یافته تر میشه، همه چیز در یک استبداد دینی، یک نفر مستبد دینی خلاصه میشه. ثانیا
اون سرنوشتی که اتفاق افتاده محتوم بوده، تبدیل شده اون نهادها هم به یه تعداد باند مافیایی ثروت و قدرت که با هم دیگه اون زیر زد و بند دارن. البته گاهی هم رو با هم دیگه اسلحه میکشن و با هم دیگه زد و خوردم دارن. همین نکته، البته من اشاره بکنم که آقای مهندس مهدی بازرگان که طرح پیشنویس قانون اساسی را آورده بود به مجلس اولیه خبرگان که به اسمش هم بود مجلس بررسی نهایی پیشنویس قانون اساسی، در اونجا حرفی رو زده بود. من بارها گفتم که ما بودیم و گروهی از تلویزیون بر گزارش تهیه میکردیم که داستان بسیار مفصلی از میونه کار مانع کار ما شدن با کارشکنی های حزب توده نیست در تلویزیون و مدیریت انقلاب. برحال حرفی که زد این بود که این قبایی است که به قامت آقای خمینی فقط دوخته شده ولایت فقیه، آقای نوریزاده و حتی آقای منتظری هم که بنیانگذار یا تئوریسین ولایت فقیه بود خودش هم بعدها اعتراف کرد که این نظام کار نمیکنه. به هر حال اشارهی که کردید آقای نوریزاده و همینطور آقای سازگار به این که باندهایی که به همدیگه به روی هم اسلحه میکشن، این نظریه باز هست که زمانی که کارگزاران یک حکومت امنیت ندارن خودشون دیگه، مسئولیت ندارن، پایان دوام چنین حکومت‌هاییست یا هر چه که هست یک نقطه عطفی میتونه باشه. کما این که بر سر آقای مطهریان چی که در شیراز اومد موضوعیست که بر سر روزمره بر سر مردم میاد، مردمی که غیر از دایره حکومت هستن. این رو چطور تفسیر میکنید؟ این اختلافاتی به این شدت که یک نماینده انتخاب شده شورای نگهبان و همه اینا میره به شیراز سخنرانی کنه با چنین وضعیتی برش میگردونن و حتی ایرنا خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی برای اولین بار میگه خودسرها در ایران از امنیت کامل برخوردار هست. آقای جالنگی من یه تصویری دیدم که واقعا شرم‌آوره، یعنی آقای خامنه‌ای باید بره از زور شرم بره بالا، اینا که شرم و اینا حالیشون نیست. تصویری گذاشتن آقای تابش رو تخت بیمارستان خوابیده، نماینده مجلس خواهرزاده آقای خاتمی. آقای خاتمی نشسته در کنارش آقای این طرف آقای یکی از این مرعشی یا کس دیگه نشسته و اومدن عکس خاتمی رو سانسور کردن، روش هاشور زدن و اون بالا تیت زدن. آقای مجید انصاری و رئیس جمهور پیش از احمدی نژاد و بعد از هاشمی رفسنجانی به دیدن تابش رفتن. آقا شما فکر کنید در کدوم نظام عقب مانده حقیر مستبدی این کارو با رئیس جمهوری میکنن که اگر اینا تونستن تو جهان بعد از آدم کشی ها و قتل میکنوس و قتل های دیگه سریع پیدا میکنن، این آدم اومد در رو برشون وا کرد. خب بله، در استالین، زمان استالین های نوریزاده یه همچه اقدامایی میکنم و در تمام دیکتاتوری های کمونیستین رواج داشت. خواهم ببینید شباهت های نظام ما بسیار شبیه نظام استالینه، یعنی نظام ما این تمایل آقای خامنه‌ای به روسیه بی دلیل نیست، این عشقی که ایشون به پوتین دارن، اون در ایشون در چشم پوتین مسیح رو پیدا میکنن، پوتین در چشم ایشون حضرت مریم رو، این به هر حال یه چیز عجیب غریبیه این عشق. و اینکه کی‌جی‌بی مسلط بر همه شؤونات ایرانه و سربازان پتر کبیر فقط پاشون تو خلیج فارس پوتینشون رو نمیزنن، بلکه تا گردن با همسرانشون در پلاژ اختصاصی بوشهر شنا میکنن. به هر حال مملکت استالینیست، دست روساست، استقلالم بی استقلال خیال خواب و خیاله. وقتی که مستشاران آمریکایی بودن نه اونا برای ما تصمیم میگرفتن نه اجازه این کار رو داشتن، یه رادیو داشتن، یه تلویزیون، شاه دستور داد تلویزیون رادیوشون قطع شد. ما خودمون اگه یادتون باشه تو رادیو تلویزیون NIR TV رو گذاشتیم که رادیو تلویزیون ملی ایران به زبان انگلیسی خودمون داشتیم، تد انتونی رو استخدام کردیم و دیگران. این آقایون چنین ادعا میکنن مستقلن استقلال. آقای خامنه‌ای و آقای خمینی برمی‌داره زیر اون سه ماده آقای سنجابی در پاریس که واقعا
حمید شوکت با این کتابش راجع بختیار آبروشون رو برده که اینا چه کردن به بختیار، این آقای سنجابی و دیگران. اونجا آقای خمینی هم داره استقلال رو اضافه میکنه. یعنی چی؟ یعنی از اول اینا به ما گفتن استقلال، منتها چی شدیم؟ تابع کره جنوب، کره شمالی و روسیه. به هر حال من متاسفم از این که در کشورمون، متاسفم ما در کشورمون حکومت نداریم. ما یک نظام ایدئولوژیک اسلام منحرف، اسلام تحریف شده، نه اسلام معنایی که ما میشناختیم، یه مذهبی اینا درست کردن، مذهب ولایت فقیه، مثل قادیانی ها اینا در پاکستان، یه مذهب ولایت فقیه. این با نظام استالینی در ایران وجود داره، به ظاهر هم ادا در میارن. نه آقا، ما در ایران فستیوال فیلم داریم، ما موسیقی داریم، ما سریال میسازیم، ما فیلم سینمایی داریم، تو فستیوال های جهان میره. صد رحمت به داعش، برای اینکه داعش واقعیتشو اوریان میگه، سر میبره میگه، اینا سر میبرن بعد ادا در میارن میگن اختلاف بین خود اپوزیسیون بود. یا آقای چیز رو، آقای پوینده رو وقتی میرن سرشون خورد میکنن، بله گم میشه جسد تو بیابون، لابد گرگای بیابون اینا رو کشتن. داعش سر میبره سریعا جلو دوربین، اینا سر میبرن به گردن دیگری میذارن، سر بختیار رو میبرن، مجرمشون هم یکیش دستگیر میشه، میان میگن اختلافات داخلی در نهضت مقاومت ملی بود، یعنی اون بیچاره پیرمردا رفتن سر بختیار رو بردن. کسانی در خود داخل اردشیر حسین پور دانشمند اتمی، بله، ایران، بله بله درست، مگر اسرائیل که گفتن، گفتن اسرائیل چرا پیش نمیگید؟ بله بسیار بسیار دیگه منتو نکته در این آقای سازگارا مثل این که امنیت هم یک موضوع خودی و غیر خودی داره، ملت، مردم غیر خودی هستن، اونایی که در دایره حکومت دستچین شدن و هستن خودی هستن. همچی حرفی رو راجع به در پیامد حمله به علی مطهری، خود آقای علی مطهری، حالا راجع به ما صحبت نمی کنیم، میمونه برای بعد. این امنیت، عوامل خودسر در ایران امنیت کامل دارن، این حرف خبرگزاری ایرناست، خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی. این عوامل خودسر مگر نبودن؟ مگر حدود 6 ماه گذشته از اسید پاشی به روی دختران اصفهان، به قول معروف تو گویی که رستم ز مادر نزاد، اصلا همچی اتفاقی مثل این نیفتده، و بقیه گیر به بندها، باز به قول کوچه و خیابون ببریم مال مسلمان و چون مالت ببرن داد و فریاد براری که مسلمانی نیست. این امنیت خودی و غیر خودی داره. ایشون گفته در همین ایرنا گفته که دولت موظفه آزادی ها و امنیت و حقوق بشر رو تأمین کنه. اینه که همه جای دنیا همینو میگن بعد از 36 سال تازه. بفرم. من اگر اجازه بدین فقط دو تا نکته کوچیک رو راجع به بحث قبلی عرض کنم، بعد بیام خدمت شما بابت پاسخ. حتما، فقط همون یه جمله نمیشه. یکی عکس آقای خاتمی که گفتن مثال خیلی خوبش داستان کلاه کلمنتیس مال میلان کندراست که در ایران هم اتفاقا چاپ شده این کتاب، و دقیقا مصداق اون ماجرای کلاه کلمنتیسه. نکته دوم که میخواستم عرض کنم، مانس بازرگان رو که گفتید، به نظرم این خاطره شاید دین باشه که به تاریخ من باید ادا بکنم. وقتی آقای مانس بازرگان اومد پاریس برای دیدن آقای خمینی، خب ما اونجا بودیم، جوانان پرشور عضو نهضت آزادی ایران، خصوصی با ایشون جلسه ای که داشتیم، حرف آقای مانس بازرگان این بود که آقا این قانون اساسی قبلی رو بگذاریم، حالا میخوایم جمهوریش هم بکنیم، بعدن اجلاس دو مجلس به منزله مجلس مؤسسان، انتخابات مجلسین رو تجدید کنیم و اونم این یه بند از قانون اساسی عوض کنه، به جای سلطنت یه رئیس جمهور بذاره، ولی دستش نزنیم. ما اصرار داشتیم که نه خیر، انقلاب باید بکنیم، ویران کنیم، یه چیز دیگه بسازیم. یه جمله آقای مانس بازرگان وقتی که حریف در واقع این شور و هیجان و تخریب انقلابیگری ما نمیشد، آخرش گفت شما جوونین، تجربتون کمه، اگه قرار باشه یه قانون اساسی دیگه نوشته بشه، این آخوندا هرچی رو تو قانون اساسی مشروطه عقب نشینی کرده بودن دوباره پس میگیرن.
و اون موقع من اعتراف میکنم واقعا عمق این حرفای من از بازرگان نمیفهمیدم، نمیدونستم که چجوری در مشروطه، حتی مطالعه تاریخی من کافی نبود که چجوری در واقع در مشروطه امثال تقی‌زاده اینا جنگیدن، اون تتمر از زیر دست روحانیت کشیدن بیرون و به هر حال با دادن 5 تا مجتهد به تو متمم قانون اساسی سرتای ماجرا رو هم آوردن و تونستن یه دست کم نظام دموکراتیکی طراحی کنن. به هر حال بعدن پیشبینی منصور بازرگان درست در اومد و حتی در اون پیشنویسی هم که دادن اصلا ولایت فقیه نبود، اما در مجلس خبرگان گذاشتن و رسید به اینجای کلان. اما راجع به این نکته‌ای که می‌فرمایی، ببینید سپاه فجر شیراز عناصر شناخته شدهش، یعنی دیگه الحمدلله پرده پوشی هم ندارن، سوار بر موتورای سنگینی که فقط هم دست سپاهی ها و بسیجی هاست بیشتر از 100 نفر حمله کردن و به قول خود آقای مطهری گزارشی که داده میگه که به قصد کشت داشتن میزدن، یعنی آجر و چوبی که میزدن و گاز فلفلی که میزدن هیچ عبایی نداشتن اگه تو کله بنده بخوره به بنده رو بکشن، و بانمکتری نیست که تاکسی بنده خدایی که ایشونو میبرده پیچیده تو کلانتری، اما مامورین کلانتری گفتن که گفته خب اینا رو دستگیر کنی، گفتن از دست ما بر نمیاد، و استاندار هم دفع الوقت کرده، آخرش هم آقای مطهری از همونجا اصرار داشتن برگرد برو تهران و سفر هواپیما کردن برگردوندن. ببینید کاملا اینی که میگید درسته، این اتفاق امروز و دیروز نیفتاده، این اتفاق از همون سالهای اول انقلاب افتاده. من دست کم در زندگی خودم 3 بار اینو از نزدیک من هم شاهد بودم، یکی دانشگاه اصفهان سخنرانی داشتیم و با وجودی که از دانشگاه دانشجوها اجازه گرفته بودند، اما آخر سر همین گروه ها که حمله کردن شکوندن زدن، خدا رحمت کن آقای برجاوند هم بود از جبهه ملی و ما ناچار شدیم اصلا سخنرانی نکرده بگذاریم بریم. یک بار حمله به دفتر مجله کیان من شاهد بودم که ریختن خورد و خاکشیر کردن و 2 روز بعد یکی دوتاشون نادم و پشیمون یواشکی اومدن گفتن آقا ما از بیت دستور میگیریم و ما را حلال کنین. یه بار روزنامه جامعه که اونایی که با اسلحه و بیسیم به اسم خانواده شهدا اومده بودن جلوی دفتر روزنامه جامعه و میخواستن حمله کنن بزنن بشکنن، کلانتری محلم که تلفن زدیم اومد سلام جناب سرنگ که بود، آقا ما نمیتونیم جلوی اینا رو بگیریم، فقط وایساده بودن نگاه میکردن و سرشون هم دست آقای رازینی بود که توی بیت هماهنگ بود، رو خدا رحمت کنه مرحوم احمد بورقانی هم همچی که به آقای رازینی تونست قانعش کنه که آقا انور فاروقی سردبیر منطقه آسوشیتد پرس هم کتک خورده به دست اینا و آبروتون تو دنیا رفته، ظرف 10 دقیقه تماس گرفتن اونا هم گذاشتن رفتن. الان همین ماجرا سر آقای مطهری آوردن. آقای مطهری البته بنده اصلا با عقاید تئوریک ایشون موافق نیستم، با اکثر عقاید مرحوم پدرشون هم در حال حاضر موافقتی ندارم، ولی به هر حال نشون داده این مدت مرد صریح و رکگویست، شجاعه و حرفایی رو میزنه که از نظر آقای خامنه‌ای و بیت رد شدن از خطوط قرمزه، مثل بحثی که راجبه حس میکنه، یا حتی یه بار ایشون گفت که از خود رهبری هم میشه انتقاد کرد، مگه کسی میتونه ما برای نقد بشینه؟ خب اینها رد شدن از خط قرمزه. سر این حمله کنندگان هم آقای چالنگی شک نداشته باشید، هم مشاهدات بنده هم دیگران ده‌ها بار تکرار شده، اینها عناصری هستن که اصلا خود سر اتفاقا نیستن، پولشون رو بیت میده، هماهنگیشون دست بیت رهبری و آدماش هم آدمای بسیج و سپاهن، اصلا از اونجا سازماندهی میشن، بعدم مسئولیت دارن. سعید عسکر زد سعید عجاریان رو ترور کرد، گرفتنش رفت از اون سپاه آزادش کرد، میرفت تو دانشگاه آزاد بغلس پسر عجاریان میچست که پسر عجاریان تک تحصیل کرد، اصلا گذاشت رفت از دانشگاه. بنابراین این حضرات قشنگ معلومه، شناسنامهشون هم معلومه، آدماشون هم معلومن و فرماندهیشون هم معلوم. نه ببین آقای احسازگاره خیلی کوتاه بفرمایید که این امنیت خودی غیر خودی، یعنی الان که آقای مطهری با همه صفاتی که شما اشاره کردین داره، نه تنها ایشون بلکه همه کسانی که در ایران زندگی میکنن باید امنیت داشته باشن.
جرمی هم ایشون در واقع غیر خودی شده در یه دادگاه درست حسابی محاکمه بشن، جرمی در ارتباط با مساله و منافع ملی مردم ایران و ایران. اما امنیت، این خبرگزاری ایرنا که حرف درستی است میزنه، دولت موظف امنیت تامین کنه، ولی امنیت برای این آقای روزبه کرمجانی شهروند رباط کریم به خاطر اهانت به آقای خامنه ای حالا توی مهمونی نشستی حرفی زده رفتن. به هر حال خبرچینی هم از اون چیزاست که بعد از انقلاب وسعت پیدا کرده دیگه. وقتی آیت الله خمینی از مردم خواست 20 میلیون سازمان اطلاعاتی تشکیل بدین، 4 تا همسایه این و 4 تا این ورم ببینید واجب کفایی است، خبر بدین چه میکنن، این یعنی بنیانگذاری گسترش جاسوسی. حالا سرنوشت این بابا چی، این شهروند ایرانی چه خواهد شد کسی نمیدونه، زندانیش هم کردن و بقیه. این امنیت حرف من اینه، خودی غیر خودی داره کاملا کاملا، یعنی این حرف ایرنا کاملا درسته. آقای مطهری هم گناهش این است در واقع که با این حرفایی که زده غیر خودی شده دیگه. وقتی شما غیر خودی بشی دیگه نمیذارن صحبت کنی، نمیذارن مجله در بیاری، نمیذارن روزنامه در بیاری، نمیذارن حرف بزنی، نمیذارن وکیل، نمیذارن وزیر، حتی نمیذارن شغل بگیری. من در تجربه خودم وقتی دیگه غیر خودی شده بودم، حتی میخواستم یه دونه کتاب فروشی باز بکنم، مدیر کل ارشاد تهران در اتاقش رو بس منو میشناخت، گفت فلانی من ناچارم به شما بگم وزارت اطلاعات نمیذاره ما حتی جواز کتاب فروشی و نشر به شما بدیم، چه برسه بخوای روزنامه در بیاری، چه برسه بخوای هر کاری بکنی. خیلی حتی من مشاور بودم در یکی از شرکت‌های زیر مجموعه سازمان گسترش که یه زمانی رئیس کل سازمان بودم، از بیت حکم کردن از اون گوشم ایشون باید بره بیرون که مبادا خوره و بره. غیر خودی شدن دقیقا امنیت شما در همه ابعاد سلب میشه. آقای مطهری به کاملا غیر خودی شده. و بعدم این لباس شخصی ها کشف جدیدی نیست، این آقایون دارن اینو اول لفه واضحش هیتلر بود و اون پیرن قهوه‌ای های حزب نازی که میریختن مخالفین رو کتک میزدن. منتها دیگه هیتلر بعدن که به قدرت رسید رئیس اون پیرن قهوه‌ای ها هم اعدام کرد، اما آقای خامنه ای یکی از همون پیرن قهوه‌ای های کتک بزن و مثل احمدی نژاد آورد کرد رئیس جمهور و بسیاری از اعوان و انصارش اتفاقا همین کتک بزن ها و لات و لوتا هستن. خب آقای نورزاده در همین زمینه میشنویم، با توجه به اینکه وزیر اطلاعات آقای محمود علوی ایشون گفته وزارت اطلاعات طبق راهبردهای اخلاقی رهبری اداره میشود، آقای امیدرضا میرسیافی که مثل فرزند من و شما بود فقط یک سوال از آقای خامنه ای کرده بود، آقای خامنه ای شما فقط فلسطینی ها نیستن، ما فرزندان شما هستیم، به زندان بردن ایشونو و در زندان کشته شد، به قتل رسید. راهبردهای اخلاقی رهبر چی هست در وزارت اطلاعات؟ همین تجاوزات به زندانیان اینا جز راهبردهای اخلاقی است؟ من راهبرد اخلاقی اینه 6 تا جوان کردو بگیرن بکشن به صرف اعترافاتی که زیر شکنجه گرفتن. یه جوان کرد 17 ساله که قاصر از نظر حقوقی و شرعی در کنار طناب اعدام هر لحظه باش بازی کنن و نمونه های مختلفی که ما در این سالها شاهدش بودیم. ببینید آقای چالنگی عزیزم، در جامعه‌ای که اخلاقیات سقوط میکنه، متر و معیاری برای اخلاق نمیمونه جز رضای ولی فقیه. وقت میگفتی یا الهی رضی تو به رضایک، من راضیم به رضایت تو. حالا شما باید بگید آقا شما راضید که منم راضی باشم، یعنی مقام معظم رهبری باید رضایت داشته باشه. شما اخیرا دقت کنید، اینا از نظر روانی به نظر من قابل تعمله. آقای خامنه ای آدم خاکی بود، اینا رو من میگم، بعضی هم خوششون نمیاد. آقا چرا میگه آقای خامنه ای آدم خوبی بود؟ خب بود یه موقعی، خیلی حالا آدمی میتونه خوب باشه بعد عوض شه، ولی آقای خامنه ای چنان جبروتی به خودش میگیره، مدلی اون بالا میشینه همه رو میزنه تو سرشون، یعنی شما هیچی نیستید، به اراده من اراده کنم الان همتون موش میشید میرید تو سوراخ، دود میشید میرید هوا.
وقتی اینا رو آدم میبینه بعد آدم عرفان ایرانی رو میبینه، میره میشینه رو ابو سعید ابوالخیر تأمل میکنه، روی همه اینا که آقا خیش خودشناسی و از خود گذشتن و از خیش عبور کردن یعنی چی، و یه انسانی یک روحانی منبری مشهدی بختیاری میکنه و یک شعبده بازی در کنارش به نام آقای هاشمی رفسنجانی پیدا میشه، آقا رو میشه رو تخت ولایت، بعدم آقا فکر میکنه علی آباد شهری، حالا امروز هم که خودش رو فراتر از اوباما و بقیه عالم میدونه، الان هم که میگه امپراتوری درست کردم و بغداد و دمشق و بیروت و صنعا رو فتح کردم، فردا هم لابد بحرین رو فتح میکنه. چنین آدمی چنین تصور و برداشتی به نظر من پایان یک انسانه، پایان یک دیکتاتوره. قذافی هم دچار این حالت بود، صدام هم دچار این حالت بود. من فکر میکنم اونایی که آقای خامنه ای رو دوست دارن، آقای رفسنجانی که میگه من عشقمه، خلو عشقته، برین حالی کنیم با آقای خامنه. آقای خامنه به بد راهی داره میره، مسیری که داره آقای خامنه میره نامش رو در کنار بدترین جباران تاریخ ثبت خواهد کرد. الان اقلا که میبینه مرض سراغش اومده به خودش بیاد یه مقدار تعامل کنه. آقا با آدم کشی اعدام، آقا چی میخواید از خودتون باقی بذارید؟ نفس مردم رو گرفتید، وضع اقتصادی اینجوری، فساد تا خرخره رژیم رو پوشونده، بعد همین پریروز قرارداد بستن با حوثی ها که جمهوری اسلامی 400 میلیون دلار نقدن بهشون کمک کنن، بعدم ماشینالات و اسلحه و تجهیزات و بیمارستان و غیره برن براشون درست کنن. آیا ملت ایران محتاجتر نیست؟ چراغی که به خانه رواست به مسجد حوثی ها روا نیست، به مسجد اصحاب اهل حق روا نیست، به مسجد بشار اسد، حالا مسجدم که نیست اونجا، میکدم نیست، روسبی خانه بشار اسد روا نیست. متاسفم برای آقای خامنه ای که انسان سقوط آزاد اینجوری با سر چنین سقوط بکنه. آقای صدور کوتاه بفرمایید. ممنون میشم. این که چراغی که به خانه رواست به مسجد روا نیست، خبر هست که کارگران در بسیاری از کارخانجات و شرکت های دولتی، در واقع مدیران دولتی 161 برابر بیشتر از کارگران حقوق میگیرن. حالا از کارگرانی که حقوق نمیگیرن، 4 ماه 6 ماه شب حقوق دستشون نیست میگذاریم، معلمانی که در اردبیل و جاهای دیگه اصون کردن میگن شب دست خالی، چند ماه کارگران بسیار جا حقوق نگرفتن. این چراغ چرا باید از خانه و سفره و کاشانه کارگر و معلم ایرانی برداشته بشه، خرج دیکتاتوری بشه؟ این هم راهبردهای اخلاقی آقای خامنه ایست یا چی؟ بله. و بعدم آقای چالنگی، حالا این که واقعا وضعیت کارخانجات در یکی از بدترین ادوارش داره طی میشه و در سال آینده اقتصاددان ها پیش بینی میکنن به مراتب بدتر بشه و شاید چند میلیون شغل از دست بره، هنوز به کارخانجات خیلی بزرگ نرسیده بحران رکود اقتصاد ایران، ولی در سال آینده اون رو هم دربر خواهد گرفت و کارگرها همین حداقل معیشت و لقمه بخور نمیر رو هم بهشون یا نمیپردازن یا بیکارشون میکنن. الان در سمنان کارخانجات قطع سازی شب عید شروع کردن کارگران قراردادی و روزمزد رو برکنار کردن، پولشون برای اینکه از خودروسازا نتونستن بگیرن، و هر گوشه ای در صنعت دست بذارید، از قند ورامین، قند کامیاب، نمیدونم، این فقط مال یک هفته است اینایی که من الان به ذهنم میاد و میگم، یا کارخانجات نساجی و غیره که هفته به هفته تعداد بیکار شدگان یا کسانی که حقوق نمیگیرن سر به هزاران میزنه. و در این شرایط واقعا آقای چالنگی، درگیر کردن و هزینه کردن حتی یک ریال در بیرون از ایران به پای 20,000 شبه نظامی شیعه در عراق که حالا برن در آزادی تکریت کمک بکنن، برای اینکه فردا قرار است به قول وال استریت جورنال این لشکر بدر که ایران کل هزینه کرده در عراق همون نقشی رو بازی کنه که حزب الله در لبنان داره بازی میکنه، یا در حوثی‌های یمن برن در نزدیکی مرز سعودی مانور نظامی بذارن، تحریک آشکار که
اون وقت اونجا کشت و کشتاری بشه و احتمالاً کاری که آقای ملک سلمان پادشاه سعودی داره میکنه، مصر و ترکیه و کشورهای اهل تصنع متحد شن، یک جنگ هم در اونجا درست شه و در واقع سعودی ها استراتژیشون رو از عرب و عجم تبدیل کردن به شیعه و سنی، چیزی که بیش از هر چیز، بیش از همه آقای خامنه‌ای بهش دامن زده. یک ریال هم آقای چالنگی هزینه کردن و از گلو و لقمه مردم ایران و فرزندان ایران دزدیدن و در این منطقه صرف این ماجراجویی ها کردن، از نظر من نه فقط کاری نابخردانه و غلط، بلکه در حد جنایت باید توصیف بشه. آقای نوری‌زاده، صحبت عراق و یمن شد و سوریه، نشست وزیران خارجه شورای همکاری خلیج فارس در ریاض صراحتا محکوم کرد اونچه رو که دخالت حکومت ایران در عراق هست، یمن هست، برای بینندگان من میگم، و همینطور اظهارات آقای علی یونسی هم در حاشیه این نشست محکوم شد و وزارت خارجه عراق محکوم کرد درباره عراق. به دنبال چیست جمهوری اسلامی؟ آیا تصور این که تحمل پذیر هست دخالتاش، ادامه دخالتاش واقع بینانه است؟ ببینید، آقای یونسی کاری که کرد، اومد انگشت گذاشت روی یک بعد ناسیونالیستی برای این قضیه، بخواد مردم رو جلب بکنه، یعنی مردم بگه آقا ما داریم امپراتوری هخامنشی. اخیرا دیدم نوشته بودن که داستان سیف ابن زیزن تکرار شده. اون اومد پیش کسرا انوشیروان در برابر قشون ابرهه نیرو خواست. کسرا انوشیروان هم وهرز رو و یه عده زندانی مزدکی و یه عده سرباز رو فرستاد با 5 تا کشتی. دوتاشون غرق شدن، بقیه رفتن و سیف ابن زیزن رو به تخت گذاشتن و اون شد تحت الحمایه ایران. الان هم عبدالملک حوسی از کسرای زمان، از انوشیروان زمان کمک خواسته و طبیعتاً آقای بوزرجمهر یا بزرگمهر زمان قاسم سلیمانی هم دنبال این کار هست، سردار قاآنی هم وهرس شده و رفتن اونجا. ببینید، قضایا رو با یه مش داستانای اسلامی و حالا تاریخی و اینا به هم آمیختن تا توجیه. رژیم بدون این ماجراجویی ها باقی نمیمونه. این اداها و حماسه ها رو در آوردن، قاسم سلیمانی عکسش رو پیرن زدن، رمبو کردن قاسم سلیمانی تو تلویزیون، طرف میاد میگه با میسته تولد قاسم سلیمانی رو تبریک میگه و که این قهرمان ملی ما. نه، اون قهرمان ملی ما نیست. قهرمان ملی ما آرشه، قهرمان ملی ما فردوسی است، اون قهرمان ملی ما نیست. بعد رفتن تو عراق، نفرتی که الان در میان اهل سنت ایجاد کردن، شخصیت شیعه برجسته مثل دکتر عیاد علاوی میاد میگه نه تنها شما نمیتونید عراقو ببلعید، گنده تر از شما هم نمیتونه. و این فضایی که در جهان عرب ایجاد شده معلومه. شما رفتی تو یمن بغل گوش سعودیا، میخوای به نجران برسی، شیعه های هفت امامی و اونور منطقه شرقی شیعه ها رو تحریک کنی، آموزش دادی، بمب فرستادی، خب نمیذارن. میان و دخلتو میارن، برات بازی در میارن، از 10 طرف برات آشوب ایجاد میکنن. دودش به طور مختصر تو چشم کی؟ مردم ایران. مردم، ببینید آقای چاله، خیلی ساده بهتون بگم، امسال تعداد ایرانیایی که برای عمره میرن نصف خواهد شد. خیلی ساده. حالا ایرانی میخواد بره حج، میخواد عمره بره، رفتار تو حاشیه خلیج فارس ما بد میشه، بد شده. یه ویزا میخواد بدبخت بگیره بره اونجا، که تازه از اونجا ویزای آمریکا یا انگلیس رو بگیره بهش نمیدن. رفتار بد میشه به خاطر عملکرد جمهوری ولایت فقیه. به خدا زمان شاه ما با افتخار را میرفتیم، گردنمون هم بالا بود توی همه حاشیه خلیج فارس. کسی هم جرأت نمیکرد این خلیج عربی. به پایان برنامه رسیدیم آقای نوری‌زاده. متاسفانه وقتمون به پایان رسید. سپاس بسیار داریم آقای نوری‌زاده در لندن و سپاسگزار هستیم آقای سازگارا در واشنگتن. به اتفاق همکارانم هم در استودیوی لندن، علی عزیز مسئول دوربین، مسئول فنی برنامه، رضا مسئول دوربین، رامین مسئول فنی استودیو و تینای عزیز تهیه کننده برنامه که امروز من میزبان مهمان گرامی خود بودم، ما به دقت همچنان برنامه رو تدارک دید و همچنین
قدرت گرامی مسئول تدارکات برنامه در طول هفته، برای شما روزگار خوشی رو آرزو میکنیم با آرزوی فردایی بهتر، در بکشاییم به روی نوروزی که در راه است، با آرزوی فردایی خجسته با برآمدن آفتاب از فراز البرز، سند و سبلان، آسماری، کوهساران دراک، دنا، اندکوه و زاگرس و تابشان بر فلات ایران زمین، روزگارتان خوش، تندرستیتان پایدار.